محلل چهار ساعت به غروب مانده پس قلعه در میان کوه ها سوت و کور مانده بود. جلوی قهوه خانه کوچکی، تونگ های دوغ و شربت و لیوان های رنگ برنگ روی میز چیده بودند. یک گرامافون فکستنی با صفحه های جگرخراشش آنجا روی سکو بود. قهوه‌چی با آستین بالا زده سماور مسوار را تکان داد. تفاله چای را دور ریخت. بعد پیت خالی بنزین را که دسته مفتولی به آن انداخته بودند برداشته به سمت رودخانه رفت. آفتاب میتابید. از پایین صدای زمزمه یک نواخت آب که در ته رودخانه روی هم می قلتید و حالت تر و تازه به آنجا داده بود شنیده می شود. روی یکی از نیمکت های جلوی قهوه خانه مردی با لنگ نمزده روی صورتش دراز کشیده و آجیده هایش را جفت کرده پهلویش گذاشته بود. روی نیمکت قرینه آن زیر سایه درخت توت دو نفر پهلوی هم نشسته و بدون مقدمه دل داده و قلو گرفته بودند. به طوری چانهشان گرم شده بود که به نظر می آمد سالها را می شناسند. مشهدی شهباز لاغر مفنگی با سبیل کلفت و ابروهای به هم پیوسته گوشه نیمکت کس کرده دست هنابستش را تکان میداد و میگفت دیروز رفته بودم مق محله پیش پسر اونجا یه باغچه داره میگفت پارسال سی تومان مک آلوچه زردالوی باغش و فرو امسال سرما زده همه سردرختی ها ریخته به یک حال و زاریاتی بود زنش هم بعد از ماه مبارک تا حالا بستری افتاده. کلی مخارش روی دستش گذاشته. آمیرزاید الله عینکش را جابجا جا کرد. با تفنن چپق می کشید. ریش جوگندمیش را خاراند و گفت اصلا خیر و برکت از همه چیزها رفته. شهباز سرش را از روی تصدیق تکان داد و گفت قربان دهنت انگار دوره آخر زمونه. رسم زمانه برگشته خدا قسمت بکند 25 سال پیش در خراسان مجاور بودم روغن یک من دو عباسی بود تخم مرغ میدادن ده تا صد دینار نان سنگک می خریدیم به بلندی یک آدم که قصه بیپولی داشت خدا بیامرزد پدرم را یک الاغ بندری خریده بود با هم دو ترک سوار میشدیم من بیست سالم بود توی کوچه با بچه های محله من تیلوازی می کردم. حالا همه جوان ها از دل و دماغ می افتن. از گورگی مویز میشن. باز هم قربان دوره خودمان. به قول آن خدا بیامرز. اگر پیرم و می لرزم به صد تا جوان میارزم. یاد الله پک زد به چوبقش و غشفه گفت سال به سال دریغ از پارسال شهباز گفت خدا همه ی بنده های خودشو عاقبت به خیر کنه. یدالله قیافه جدی به خودش گرفت. به جان خودت یک وقت بود در خانه ما سی نفر نانخور داشتیم. حالا فکریم روزی یک ریال پول توتون و چاییم و از کجا گیر بیارم. دو سال پیش سه جا معلمی می ماهی هشت تومان در می همین پری روز که عید قربان بود رفتم خانه یکی از اعیان که پیشتر معلم سرخانه بودم. به من گفتن که بروم دعا برای گوسفم بخوانم. قصاب بیمروت حیوان زبان بسته را بلند کرد و به زمین کوبید. داشت کاردش را تیز میکرد. حیوان تقلا کرد از زیر پایش بلند شد. نمیدانم چه روی زمین بود. دیدم چشمش ترکیده ازش خون میریخت. دلم مالش رفت. به بهانه سردد برگشتم. همه شب هی کله خونالود گوسفن جلوی چشمم می آمد. آن وقت از دهنم در رفت کفر گفتم. کفر خیال کردم. نه زبانم لال. در خوبی خدا که شکی نیست. اما این جانوران زبان بسته گناه دارن. خدایا پروردگارا تو خودت بهتر می دانی. هرچه باشد انسان محل نسیان است. آمیرزا الله لختی به فکر فرو رفت دوباره گفت هی آره اگر می توانستم هر چه تو دلم هست بگویم آخر نمی شود همه چیز را گفت از سخفر الله زبانم لال شهباز مثل اینکه که حسلش سر رفت گفت او رو فکر نان کن خربوز آبه میرزا الله با بیمیلی گفت آره از دست ما چه برمیاد؟ از اول دنیا همین طور بوده. شهباز گفت ما دیگر از امان گذشته. به قول مردم پاتیلمون در رفته. از بی کفنی زنده ماندیم. چه حقه هایی که در این دنیای دون نزدیم. یک وقت تهران دکان بقالی داشتم. خرج در رفته روزی شش قران پسانداز میکردم. میکردم میرزا حرفش را برید. بقال بودی؟ من از بقال جماعت خوشم نمیاد. چرا؟ قصهش درازه. حالا تو اول حرفت تو تمام کن. شهباز دنباله یه سخن را گرفت. بله. دکان بقالی داشتم. امورم میگذشت. کم کم یک خانه و لانهی برای خودمان دست و پا کردیم. چه درد سرتان بدهم؟ آن وقت یک پتیارهی پیدا شد. الان پنج سال است که زنم مرا به خاک سیاه نشانده. این زن نبود. آتش پاره بود. تازه با خونه دل آمده بودم سر و سامانی بگیرم. هرچه رشته بودم پنبه کرد. مخلص کلوم. والده احمد یک شب از پای وز برگشت. پاهایش را توی یک کفش کرد که حضرت مرا تلویده. باید بروم استخوانم را سبک بکنم. پیسی به سرم آورد که نگو و نشنو. مرا بگو که عقلم را دادم دست این زن. هرچه باشد آدمیزاد شیر خام خورده. من همان آدم بودم که از سبیل هایم خون می چکید. یک زن عقلم را دزدی. خدا نکند که زن زیر جلد آدم برود. همان شب می گفت این چیزها سرم نمی شود. مهرم حلال جانم آزاد خودم یک علنگو با گردم بند دارم آنها را می فروشم می روم. استخارم کردم خوب آمده یا طلاقم بده یا به همین سوی چراغ بچت را خفه می کنم. آقا هر چه کردم مگر حریفش شدم. دو هفته تو روی من نگاه نکرد. آنقدر کرد کرد که هر چه داشتم فروختم. پول جیرنگی کردم دادم به دستش. پسر دو سالم را برداشت و رفت آنجا که عرب نیبی اندازد. تا حالا که پنج سال از رفته نمیدانم چه به سرش آمده. میرزاید الله گفت خدا کند که از شر عرب ها محفوظ باشد. آره میان عرب های لختی زبان نفهم این عمری ها بیابان برهود آفتاب سوزان انگار که آب شد به زمین فرو رفت دریق از یک انگوش کاغذ راست میگویند که زن یک دندش کم است میرزا گفت تقصیر مرد هاست که آنها را اینجور بار میآورند و نمیگذارند چشم و گوششان باز بشود شهباز گرم صحبت خودش بود چیزی که غریب است این زن اصلا خلو چل بود نمیدانم چطور شد که یک مرتبه آتشی شد گاهی تنهایی گریه میکرد گاهی برای شوهر اولش بود میرزایداللاه پرسید مگر تو شوهر دومش بودی دیگر بله چی میگفتم حرفم یادم رفت شوهر اولشو گفتی بله اول خیال میکردم که برای شوهر اولیش بوده در هر صورت هر چه به زبان خوش خواستم حالیش بکنم انگاری که با دیوار حرف میزنم. مثل چیزی که عجل پس گردنش زده بود نمیدانم چه به سر پسرم آورد. آیا روزی میاد که چشمم تو چشمش بیفته؟ پسری که بعد از این همه نظر و نیاز خدا به من داد؟ میرزا الله گفت هر کسی را که نگاه بکنی یک بدبختی دارد. لب به کلام آن است که مردم باید آدم بشوند با سواد بشوند آخر تا آنها خر هستند ما هم سوارشان میشویم یک وقت بود خودم بالای منبر میگفتم هر کس یک سفر به عطبات برود آمرزیده می شود و جایش در بهش خواهد بود. شهباز پرسید شما که از علما نیستید این حکایت مال دوازده سال پیش است. میبینی که معمم نیستم. حالا همه کاره اما هم هیچ کاره. میرزا زبان را دور دهنش گردانید و با حالت افسرده گفت زندگانی مرا هم یک زن خراب کرد. شهباز گفت امان از دست زن. نه این دخلی به زن ندارد. این بدبختی دست خودم است. اگر تهران بودی لابد اسم ابوی را شنیده ای. ما از زیر بوته در نیامده ایم. پدرم از آنهایی بود که نعلین جلوی پایش جفت می شود. اسمش را که می بردن، یکی می گفتند و صد تا از دهانشان میریخت. وقتی بالای منبر می رفت جا نبود که سوزن بی اندازی. همه ی کل گنده ها ازش حساب می بردن. مقصودم این نیست که بیخودی خودی قمپوز کنم. چون آن مرحوم هرچه بود برای خودش بود گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل به هر حال بعد از فوت مرحوم ابوی من جانشین او شدم و در خانه را باز کردم خوب یک خانه با یک مش خرت و هم برای ما گذاشت خودم هنوز طلبه بودم و ماهی چهار تومان با پنج من گندم مستمری داشتم به اضافه ماه محرم و سفر نانمان توی روغم بود. یک لفت و لیسی می کردیم. چون معروف بود که نفس مرحوم ابوی مجرب است. یک شب مرا سر بالین ناخوشی بردن تا دعا بدهم. دیدم دختر هشت یا نه ساله در آن میان میپلکید. آقا به یک نظر گلویمان پیش او گیر کرد. جوانی است و هزار چم پیش از او دو تا سیغه داشتم که هر دو را مطلقه کرده بودم ولی این چیز دیگری بود. میگویند که لیلی را به چشم مجنون باید دید. باری دو روز بعد یک دست مالا جیلاچا رو سه تا من پول نقد فرستادم عقدش کردم. شب که او را آوردن اونقدر کوچک بود که بغلش کرده بودم. من از خودم خجالت کشیدم. از شما چه پنهان؟ این دختر تا سه روز مرا رو که میدید مثل جوجه می لرزی. حالا من که سی سالم بود. جوان و جاهل بودم. اما آن مردهای هفتاد ساله را بگو که با هزار جور ناخوشی دختر نه ساله می گیرن. خب بچه چه سرش می شود که عروسی چیست؟ به خیالش چارقد پولکی سرش می کنن. رخت نو می پوشد و در خانه یه پدر که کتک خورده و فوش شنیده شوهر او را ناز و نوازش می کند و روی سرش می ولی نمی داند که خانه شوهر برایش دیگه حلوا بار نگذاشتند. به هر حال من آنقدر زحمت کشیدم تا او را رام کردم. شب اول از من می ترسید. گریه می کرد. من قربان صدقه اش می رفتم. می گفتم بالای غیرتت آب روی ما را به باد نده. خب تو آن بالای اتاق بخواب من این پایین. چون دلم برایش میسوخت خیلی خودداری کردم که به جبر با او رفتار نکردم وانگهی دیگر چشم و دلم سیر بود و کار کشته شده بودم به هر صورت او هم نصیحت مرا به گوش گرفت شب اول برایش یک قصه نقل کردم خوابش بود شب دوم یک قصه دیگر شروع کردم و نصفش را برای شب بعد گذاشتم شب سوم هیچ نگفتم تا اینکه یارو به صدا در و گفت تا آنجا که ملک جمشید رفت به شکار پس باقیش را چرا نمیگویی؟ مرا میگویی از ذوق توی پوست خود نمیگنجیدم. گفتم امشب سرم درد میکند صدایم نمیرسد. اگر اجازه بدهی بیایم جلوتر. به همین شیوه رفتم جلوتر رفتم جلوتر تا اینکه رام شد. شهباز خندهش گرفت. خواست چیزی بگوید. اما صورت جدی و چشمهای اشکالود میرزا یدالله را که از پشت شیشه عینک دید خودداری کرد. میرزا یدالله با حرارت مخصوصی می گفت، این حکایت دوازده سال پیش است. دوازده سال. نمیدانی چه زنی بود. سرجور، دلجور، به همه کارهایم هم رسیدگی میکرد. کرد. آخ حالا که یادم می افتد. همیشه گوشه چادر نماز به دندانش بود. رختها را با دستهای کوچکش می شز. روی بند می انداخت. و جورابم را وصله می زد. دیزی بار می گذاشت. و دست زیر بال خواهرم می کرد. چقدر خوش سلوک. چقدر مهربان. همه را فریفته ی اخلاق خودش کرده بود. چه هوشی داشت. من خواندن و نوشتن را به او یاد دادم. سر دو ماه قرآن می خاند. اشعار شیخ را از بر می کرد. سه سال با هم سر کردیم که الله زوقات زندگی من است. دست بر قضا در همین اوان بود که وکیل بیوه میوهی شدم که بی پول نبود. خودش هم آب و رنگی داشت. آقا برایش دندان تیز کردیم. تا اینکه به خیال افتادم او را به حباله نکاح در نمیدانم کدام خدا نشناس خبرش را برای زنم آورد آقا روز بد نبینی اینکه ظاهرا خلوز به نظر میآمد نمیدانستم آنقدر حسود است هرچه به زبان خوش خواستم سرش را شیره به مالم اگر حریفش شدم با وجود اینکه از بابت حقل به مقدار و ضعیفه به من بدهکار بود از این کار صرف نظر کردم و میانه من پاک به هم خورد ولی نمیدانی یک ماه زن چه به روز من آورد شاید دیوانه شده بود یا چیز خورش کرده بودم به کلی عوض شد دستش را به کمرش زد و حرفهایی بار من کرد که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشد گفت، الهی عینکت را روی نشت بگذارند امامه پرمکرت را دور گردنت بپیچند از همان روز اول فهمیدم که تو تیکه من نیستی روح آن بابای قرمساقم بسوزد که مرا به تو داد من یک وقت چش باز کردم دیدم توی بغل تو قروم سه سال آزگار است که با گدایی تو ساختم این هم دستمزدم بود خدا سر و کار آدم را با آدم های بی غیرت نیندازد. داغ پشت دستم گذاشتم. زور که نیست دیگر با تو نمیتوانم زندگی کنم. مهرم حلال جانم آزاد. به همین سوی چراغ می میروم می روم بس می نشینم. همین الان. همین الان. آنقدر گفت گفت که من از جا در رفتم. جلوی چشمم تیره و تار شد. همینطور که سر شام نشسته بودم ظرف را برداشتم پاشیدم میان حیات سر شب بود پاشدیم با هم رفتیم به حجره عاشق مهدی در حضور او زنم را ستلاقه کردم دست روی دستش میزد فردایش پشیمان شدم ولی چه فایده که پشیمانی سودی نداشت و زنم به من حرام شده بود تا چند روز مثل دیوانه ها در کوچه و بازار پرسه می زدم. اگر آشنایی به من برمیخورد از حواظ پرتی سلامش را نمی گرفتم. بعد از این دیگر من روی خوشی به خود ندیدم. یک دقیقه صورتش از جلوی چشمم رد نمی شد. نه خواب داشتم و نه خوراک. نمی توانستم در خانه من بند شوم. در و دیوار به من فوش می داد. دو ماه ناخوش بستری شدم. توی هزیان همش اسم او را می آوردم. بعد هم که رمقی پیدا کردم معلوم بود اگر لب تر می کردم صد تا دختر پیشکشم می کردم. اما او چیز دیگری بود. بالاخره از را جذب کردم تا به هر وسیلهی که شده دوباره او را بگیرم. اده او سر آمد. رفتم این در بزن آن در بزن. دیدم هیچ فایده ای ندارد. هرچه جول و پلاس کتاب پاره ته خانه برای مانده بود فروختم. هجده تومان پول درست کردم. چاره ای نداشتم مگر اینکه یک نفر محلل پیدا بکنم که زنم را به خودش عقد بکنم. بعد طلاقش بدهد تا دوباره بعد از انقضای سه ماه و ده روز بتوانم او را بگیرم. یک بقال الدنگ پفیوزی در محله مان بود. که هفت و سگ صورتش را میلیسید سیر میشد. از آنهایی بود که برای یک پیاز سر می برد. رفتم با او ساخت و پاخت کردم که روابه را عقد بکند بعد او را طلاق بدهد و من همه مخارج را به اضافه پنج تومان به او بدهم. او هم قبول کرد. گول مردم را نباید خورد. همین مرتیکه پوفیوز شهباز با رنگ پریده صورتش را در دو دستش پنهان کرد و گفت بقال بود؟ اسمش چه بود؟ چه بقالی بود؟ مال کدام محله؟ نه، نه، هیچ همچین چیزی نمی شود. ولی میرزا الله به طوری گرم صحبت بود و پیشامتها جلوی چشمش مجسم شده بود که دنباله حرفش را قد نکرد. همان مرتی که یه بقال زنم را عقد کرد. نمیدانی چه حالی شدم. زنی که سه سال مال من بود. اگر کسی اسمش را به زبان می آورد شکمش را پاره می کردم. درست فکر کن. حالا باید به دست خودم همسر این مرتیکه گردن کلوف بشود. با خودم گفتم شاید این انتقام سیغه هایم است که با چشم گریان طلاق دادم. باری فردا صبح زود رفتم در خانه بقال. یک ساعت مرا سر پا معطل کرد که یک قرن به من گذشت. وقتی آمد به او گفتم الوعده وفا رو با تلاق طلاق بده پنج تومان پیش من داری. هنوز صورت شیطانیش جلوی چشمم هست. خندید و گفت زنم است. یک مویش را نمی دهم هزار تومان بگیرم. چنان برق از چشمم پری. شهباز میلرزید و گفت نه هیچ همچین چیزی نمی شود. راستش را بگو. اوه. میرزا الله گفت. حالا دیدی حق به جانب من بود. حالا فهمیدی چرا از بقال جماعت بیزارم. وقتی که گفت یک مویش را نمیدهم دهم هزار تومان بگیرم فهمیدم می خواهد بیشتر پول بگیرد. ولی کی فرصت چانه زدن داشت؟ نمیدانی کجای آدم می سوزد. دود از کلم بلند شد. به اندازه ای حالم منقلب بود. به اندازه ای از زندگی بیزار شده بودم که دیگر جوابش را ندادم. یک نگاه به او کردم که از هر فوشی بدتر بود. از همان راه رفتم بازار سمسارها. عبا و ردایم را فروختم یک قبای قدک خریدم کلاه نمدی سرم گذاشتم. گیوه هایم را برکشیدم راه افتادم. از آن وقت تا حالا سلندر و حیران از این شهر به آن شهر از این ده به آن ده می رویم. دوازده سال آزگار است. دیگر نمی توانستم در یک جا بمانم. گاهی نقالی می کنم. گاهی معلمی. برای مردم کاغذ می نویسم. در قهوه خانه ها شاهنامه می خانم. نمی زنم. خوشم میآید که دنیا و مردم دنیا را سیاحت بکنم. می خواهم همینطور عمرم بگذرد. خیلی چیزها آدم دستگیرش می شود. وانگهی دیگر پیر شدیم. برای مرده ها مردار سنگ می ساییم. یک پایمان این دنیاست. یکیشان دنیا. افسوس که تجربه های من دیگر به درد این دنیا نمی خورد. شاعر چه خوب گفته. مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن به کار میرزا الله به اینجا که رسید خسته شد مثل اینکه آرواره از کار افتاد چون زیادتر از معمول فکر کرده بود و حرف زده بود دست کرد چپقش را برداشت به آب رودخانه خیره خیره نگاه می کرد و به آواز دور و خفه ای که از پشت کوه می آمد گوش میداد. داد. شهباز سرش را از ما بین دو دست برداشت. آهی کشید و گفت هیچ دوی نیست که سه نشود. میرزا یدالله منگ و مات بود. متوجه او نشد. شهباز بلندتر گفت یک مرد دیگر را هم بی خانمان می کند. یدالله به خودش آمد پرسید کی؟ همان ربابه یا آتش به جان گرفته. میرزا الله چشمهایش از حدقه بیرون آمده بود. حراسان پرسید. مقصودت چیست؟ مشهدی شهباز خنده ی ساختگی کرد. <applause> راستی روزگار خیلی آدم را عوض می کند. صورت چین می خورد. موها سفید می شود. دندانها می افتد. صدا عوض می شود. نه شما مرا شناختی و نه من شما را. میرزا یدالله پرسید. چطور؟ رباب صورتش مهر آبله نداشت. چشمهایش را متصل به هم نمیزد. میرزا یدالله پرخاش کرد. کی به تو گفت؟ مشهدی شهباز خندید. شما آشقیدالله یدالله. پسر مرحوم عاشق رسول نیستی که در کوچه حمام مرمر منزل داشتید هر روز صبح از جلوی دکانم رد می شدید من هم محلل هستم همانم میرزا الله سرش را نزدیک برد و گفت تو همانی که دوازده سال مرا به این روز انداختی همان شهباز بقال تو هستی یک وقت بود توی همین کوه و کمر اگر به دست من افتاده بودی حساب من پاک شده بود. افسوس که روزگار دست هر دومان من را از پشت بسته. بعد دیوانه وار با خودش می گفت باری کلا رو بابه تو انتقام مرا کشیدی او هم ویلان است به روز من افتاده. دوباره خاموش شد و لبخند دردناکی روی لبهایش نقش بست. کسی که روی نیمکت روبروی آنها خوابیده بود قلد زد. بلند شد نشست. خمیازه کشید. چشمهایش را مالاند. مشهدی شهباز و میرزاید الله دزدکی به هم نگاه می کردن، ولی می که نگاهشان با هم تلاقی بکنند. دو دشمن بیچاره از هنگام کشمکش عشق و عاشقیشان گذشته بود. حالا بایستی به فکر مرگ بوده باشم شهباز بعد از کمی سکوت رو کرد به قهوه چی و گفت داشک بر دوت تا شای قند پهلو بیار پایان